المشاهد بنغازي سيف الإسلام قذافي پسر معمر القذافي با تلویزیون العربیه در طرابلس گفت که پایتخت کاملا آرام است و تلفات در آن وجود ندارد. یعنی 3 ارباع البلاد يعيش في هدوء. سه حصه کشور در رفاه و صلح زندگی می کند. زندگی به طور عادی به پیش می رود. بیش از نصف نفوس لیبیا در طرابلس زندگی می کند. در اینجا همه چیز عالی است. ما قبول می کنیم که در بعضی شهرهای شرقی کشور مشکلات به وجود آمده که در مورد آن در گذشته صحبت کردیم. وی در ادامه مطبوعات بین المللی را در پی دامن زدن این مشکلات که آنچه وی آن را کمپاین وسیع نفاق و فریب خوان مقصر نمود. لیکن الحقیقه اللي بيين الان مطبوعات دشمن با ابلاغ بمبارد هوایی بر مناطقی که هزاران نفر در آنجا زندگی می کنند اشتباهی بزرگ را مرتکب گردیده است. در این مرحله مردم لیبیا درک نمودند که این خبر کاذب است. از آن به بعد مردم لیبیا پی بردند که این کمپاین تنظیم شده این مطبوعات علی ماست. در عین حال حکومت قذافی به حامیان خود اسلحه توزیع نموده، پوسته های تلاشی را ایجاد نموده و گزمه های مسلح را به روز شنبه بعد طرابلس جهت سرکوبی مظاهره کنندگانی که از پیروزی سایر شهرها الهام گرفتند فرستاده است. این در حال است که وزیر عدلیه سابق لیبیا به روز شنبه از جامعه جهانی تقاضا نمود که به مردم لیبیا کمک نمایند. مصطفی عبدالجلیل به اسوشیتد پرس گفت هذه النجده نختصرها ما در سه بخش خواستار کمک از جامعه جهانی هستیم. اول جلوگیری قذافی از بخش تبلیغات، دوم هر نوع توقف الکترونیکی علیه قذافی و وضع منع پرواز بر حریم فضایی لیبیا. آقای عبدالجلیل گفت وی یک حکومت انتقالی را که مقر آن در شرق کشور که کانون قیام های مردمی علیه معمر القذافی رهبر لیبیا می باشد تأسیس نموده است. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.